اون برای عراق برای دفاع از همه عراق میجنگید. درست. ما فقط برای گرفتن یه گوشه ای از عراق میجنگیدیم. درست. ببینید این دو تا استراتژی دیگه. وقتی یه کشوری برای دفاع از تمام مرزاش میجنگه، مثلا فرض کنیم الان اگه بگن ایران تهدید شده و از همه مرزا میخوان حمله بکنن، ما که نمیریم فقط در یه بخش خوزستان فقط دفاع کنیم. درست. یا کرمانشاه دفاع کنه، ما از همه مرزای ایران ناچاریم دفاع بکنیم با همه توان دیگه. یا اگه از همه مرزا دفاع نکنیم، باید اون نقاط استراتژیک رو چند تا، 5 تا 6 تا نقطه است، باید اینا رو حتما بگیریم دیگه، اینا رو باید نگهداری بکنیم. خب عراق اینطور با ما میجنگید، از همه، از بصره، دفاع از بصره، دفاع از بغداد، دفاع از کرکوک، دفاع از داخل خود خاک عراق در مقابل اینا. اما ایران همیشه برای یه منطقه کوچیکی با عراق میجنگید. استراتژی ایران این شده بود. اون که ما میگفتیم این بود که این قدرت ملی وصل بشه به قدرت دفاعی، که ما اگر یه پیروزی به دست میاریم دیگه معطل نکنیم، بلافاصله بریم پیروزی بعد، پیروزی بعد. و این زنجیره های پیروزی زمانی امکان پذیر بود که زنجیره تبدیل قدرت ملی به قدرت دفاعی طراحی میشد. وگرنه خب سیاست دولت مردان ایران این نبود، میگفتن ما اینطور نمیخوایم به جنگ، ما میخوایم در این حال که کشور رو و زندگی مردم رو اداره بکنیم، میخوایم جنگ هم ادامه پیدا بکنه. و اگر یه عملیات شما بکنی، یه بخشی از خاک عراق رو بگیرید، ما دیگه جنگ رو تمام میکنیم. ما فاو گرفتیم به آیون دادیم، نشد. کربلا 5 گرفتیم دادیم، نشد. جزایر قبلش گرفتیم، نشد. درست. بنابراین باید یه فکر اساسی میشد. وگرنه چی؟ وگرنه این قدرت بزرگ دفاعی که عراق درست کرده بود، اینو میتونست بیاد یه نقطه متمرکز کنه، به ما حمله بکنه. همین کار هم کرد و ما اینو میدونستیم، بود خیلی سریع دوباره بند تبدیل شد و ما اینو میدونستیم. چرا؟ چون ما وقتی فاو گرفتیم، این آماده شده بود به فاو حمله کنه، اما با عملیات کربلا 4 و کربلا 5 این عقب افتاد. درست. دولت مردان ایران این نبود، میگفتن ما اینطور نمیخوایم به جنگ، ما میخوایم در این حال که کشور رو و زندگی مردم رو اداره بکنیم، میخوایم جنگ هم ادامه پیدا بکنه.